بینندگان عزیز و ارجمند تلویزیون نور سلام، امیدوار هستم که همه با صحت و عافیت از جایی که هستید قرار داشته باشید. به امید صحت و سلامتی شما عزیزان میپردازیم به پروگرام این هفته آشپزخانه ما. بازم به پروگرام آشپزخانه خوش آمدین و جای تذکر است از محبت های فراوانتان، چی از طریق مسیج یا پیغام، چی از طریق ایمیل و چی از طریق فیسبوک یا یوتیوب. جهان سپاس، راستی جای بسیار خوشحالی است که من شما عزیزان دانم که همیشه من را تشویق میکنین. بازم اگر بر پروگرام ما به نسخه های ما بعضی اوقات کدام کمی و کاستی میشه، امیدوار هستم که مرا به بزرگواریتان ببخشید. بینندگان عزیز، نظر به تقاضای شما، شما ما پرسان کردین که با کدام روزها پروگرام آشپزخانه از طریق نور نشر میشه. پروگرام آشپزخانه به روزهای سه شنبه به ساعت 2 بعد از ظهر و 10 شب و روزهای شنبه به ساعت 3 بعد از ظهر و 11 شب از طریق پروگرام نور انتشار میشه. بازم اگر شما بعض نسخه ها از پیشتان باقی میمونه، شما میتونین به یوتیوب مراجعه کنین، کوکینگ بود نازم مومن. خب بینندگان عزیز و ارجمند، حتما آماده هستین، از معمول قلم و کاغذ به دستتان بگیرین، نوتی که ما برای شما میگم او را بنویس بکنین و حتما این را تهیه کنین، امرای دوستانتان یک جای صرف کنین. با پروگرام امروز ما یک نوع مکرونی یا پاستا به اصطلاح امریکایی ما نظر گرفتیم که بسیار خاصیت یا شباهت به آشک افغانی ما داره. منتها این پاستا یا مکرونی کس مکرونی است که به نام مکرونی شل زاد میشه که به تمام جایا فروخته میشه. شما میتونین از هر مغازه خریداری کنین. طرز تهیه چیزی که مواد لازمه که شما ضرورت دارین، امی برزی مکرونی که به نام ما یک نام برش مونیم که مکرونی کوفتدار یا مکرونی یا آشک وطنی به اصطلاح، که حتما شما خوشتان میاد پخته کردنش و از خوردنش و زحمت نمیشه، مواد لازمش نوشته کنین. شما برای تهیه آماده کردن از این دو پاکت مکرونی ضرورت دارین، یا دو پاکت مکرونی که به نام شل زیاد میشه یا مثل یک کاسه واری است از اون ضرورت دارین. 1.5 یا 2 بسته نوش پیاز تازه ضرورت دارین، 1 دسته گشنیز تازه، 1.5 1 پاوند یا 1 پکیج یا 1 بسته سبزی پالک تازه. و همچنان برای طرز تهیه 1 پاوند شما کوفته ضرورت دارین که میتونین کوفته گوشت گاو باشه، از گوساله باشه، از گوسفند باشه و یا ترکی یا فیل مرغ باشه. منتها کوشش کنین برای از اینکه از چربی زیاد جلوگیری شوه، اگر کلسترول تکلیف دارین کوشش کنین که شما امی کوفته خود به اصطلاح ایواز کنین یا سبستیوت کنین امرای ترکی، که امی کوفته ترکی یا کوفته فیل مرغ چربیش کم است، یا اگر میخواین میتونید از کوفته مرغ هم استفاده کنین. خب بینندگان عزیز، چی میکنین؟ اول تر از همه ما شما را قدم به قدم امرایی میکنم که چه قسمی را تهیه میکنیم. قراره که با شما گفتم نامش میبینیم آشک وطنی یا مکرونی به اصطلاح خارجی، دیگه من نمیفهم چی نام برش میگین، منتها یک چیزیست که خوشتان حتما میآید. اول تر از همه چی میکنین که امی سبزی پالکی که دارین با نوش پیاز و گشنیز تازه همیشه شما قطع میکنین یا کت میکنین، یک بغل میمانین و چی میکنین دیگه که کوفته ترکی یا کوفته مرغ که دارین ما بین دیگ مندازین، امرا یک دانه پیاز، یک کمک مرچ خشک دلمه‌ای یا پپریکا، مرچ سیاه، نمک و اگر میخواین که یک طعم افغانی برش بتین مرچ سرخ افغانی یا وطنی مندازین ما بینش. منتها چی میکنین که کوفته ما بندیک مندازین، سرش پیازتان رنده میکنین، سرش نمک و مرچینا رو مندازین، میمانین که کمک به اصطلاح فارسی یک سر سرخ شوه. بعد از اینکه سرخ شد یک کمک آب مندازین و آب یک دانه باذنجان رومی را، اگر تازه باشه، اگر تازه نداشته باشین و دسترسی بهش، حال تابستان است میشه پیدا، منتها اگر در زمستان اینا
اگر چید امریکا زمستان و تابستان ندارم میتونین اساس بادنجان رومی یا رب بادنجان رومی استفاده کنین و همچنان بر طعمش یا مزیش میتونین مرچ سرخ دلمه‌ای پرتین یا مرچ سرخ تازه. وقتی که کوفتی شما کمک سرخ شد و بسر روغن آمد، امی سبزی پالک که شما قطع کردین امرای گشنیز تازه، امرای نوشپیاز تازه، امرای نیم کوفتیتان مخلوط میکنین. وقتی که مخلوط کنین یک بغل میمونین و نیم کوفتی دیگر را نگاه میکنین. وقتی که آشک شما یا میمکرونی شما آماده شد بسرش مندازین، امرای قرود، چکه یا هرچی که میل داشته باشین و کمک نانای خشک که قبلا شما حتما آماده دارین و این را صرف کنین. بسیار مزه میده، حتما خوشتان میه. اگر نوتش از پیش شما یادتان میره میتونین به یوتیوب مراجعه کنین یا به فیسبوک تلویزیون نور و اگر کدام سوال داشته باشین همیش ما آماده هستم که به سوال شما جواب بدم. خب بینندگان عزیز، اولتر از همه چی میکنیم که کوفته که داریم ایره ما سرخ میکنیم امرای مواد که قبلا ما ذکر کردم. خب برای طرز نمودن کوفته من شما خود شما نام خدا آشپزای ماهر هستین، میفهمین که چه قسم کوفته تر میشه. چی میکنین که اولتر از همه می روغن مندازین که کمک داغ باشه، بعدا کوفته که داریم و سرش اضافه میکنیم. بعدن پیازی که شما دارین سرش رنده میکنیم. بعدن یک قاشق نمک. همیش کوشش کنین که با انداختن نمک زیاده روی نکنین، بعد از اینکه باعث بلند رفتن فشار خون میشه. یک قاشق مرچ سیاه و یک قاشق چای پاپریکا یا مرچ دلمه‌ای و یک کمک مرچ سرخ خشک و همچنان یک قاشق سیر کوبیده شده. همیشه مندازین و وقتی که شما امی مواد خشک به سر کوفته انداختین کوشش کنین که کوفتیتان را سرخ کنین امروز این پیاز کس که خوب یک ذره سر روغن بیایه یا به اصطلاح سرخ شوه. شاید یک کمک مدت زیاده بگیره برازی که کوفتی مرغ و کوفتی ترکی یا فیل مرغ کس یک کمک اگرچه نازک است اما بسیار پخته کردنش یک ذره دیرتر میایه. خب شما کوفته رو ما بین سر روغن انداختین و سرش پیاز رنده کردین، بعد مرچ، نمک و سیر و مرچ سیاه و پاپریکا رو انداختین. الان میمانین که امی خوب خشک، یعنی به اصطلاح یک جای امراضی مواد یک جای شوه و خوب سرخ شوه. الان تا زمانی که سرخ میشه شما چی میکنین که حرارت دیگتون کمک کمتر میکنین و میریم که نوش پیاز، گشنیز تازه و سبزی پالک خود کلش قطع میکنیم و امروزی موادی که داریم یک جای بعدا مخلوط میکنیم. خب بینندگان محترم، تا زمانی که کوفته ما پخته میشه ما کمک سرخ شده آب میندازم و در بین زمان ما آب مکرونی نماندم که آب مکرونی جوش شوه. تا زمانی که آب مکرونی آماده شوه ما چی میکنیم؟ به یک وقفه تجارتی کوتاه میریم و دوباره برمیگردیم. با ما باشید.